صحنه ای که یکی از کودکان بیجا شده به دنبال کمک می شتابد. اما با گرفتن کمک موفق نمی شود و سرانجام به زمین می خورد. این لحظه ای از زندگی روزمره آوارگان در پارک آزادی سرای شمالی است، اما شاید لحظه های دشوارتر از این هم داشته باشند. صدها آواره در این بخش کابل به سر می برند، اما با فرا رسیدن فصل سرما زندگی برای آنان بیشتر از پیش دشوارتر می شود. راکت زد، یکی کشته شد، این زخمی ورداشت، ولی همه قدر ندارم که بریم ما در وطن خود از این خاک ورداره بو برای کمک کنم. خانه ما چپه شد، سونی ما مرمی خورد، مرد شهید شد، اینی سه تا صغیر مانده. این تا یه سیر منده، این خانه های من پلاستیکی منده، این در دشت میدان منده، خیلی چی تو کنی کن؟ همزمان با این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در جریان نبردها و ناامنی های اخیر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان آواره شدند. 3.5 میلیون تن در نتیجه جنگ و ناامنی ها در داخل افغانستان بیجا شده اند و نزدیک به 700 هزار تن دیگر مجبور شده اند که خانه هایشان را ترک کنند. این سازمان می کوشد تا کمک های زمستانی نزدیک به 500 هزار تن بیجا شده داخلی را تا ختم سال 2021 فراهم بسازد. امسال نزدیک به 18.4 میلیون تن در افغانستان به کمک ها نیاز دارد. با نزدیک شدن به زمستان پیش بینی می شود که 24.4 میلیون تن به غذا، بهداشت و دیگر مواد خوراکی نیاز داشته باشند. از همین رو نیاز است تا کمک هایی را برای آنان فراهم بسازیم. این در حالی است که اکنون بیشتر نهادهای جهانی مدد رسان کمک های انسان دوستانه ایشان را به افغانستان متوقف ساختند. با این حال بیجا شدگان از جامعه جهانی می خواهند که به آنان کمک های بیدرنگ انسان دوستانه را فراهم بسازند.